میون این قوقای تلاش برای زندگی، تو مردمی که روزیشونو به زحمت از چنگال بیرحم دریا میگرفتن، فقط اون بود که با یه نظر دیگه به دنیا نگاه میکرد. نه مسئولیت داشت، نه هدف. برای همینم زندگی واسش یه چیز دیگه بود. دوستاش حرفای اونو بعضی وقتا نمیفهمیدن، گاهی مسخرش میکردن، اونم دیگرانو دست میداخت. صیادا دریا رو میخواستن واسه اینکه ماهی براشون میآورد، اما اون دریا رو برای چشمنداز آزاد و طبیعت وحشیش دوست داشت. ساعتا منتظر میشست تا طلوع و غروب آفتاب رو تو آب تماشا کنه. یوسف، با صدای سازت میخوای ماهی بگیری؟ خیالت راحته، اینجا میشینی کارای دیگران رو تماشا میکنی. چرا نباشه، این همه زحمت نمیکشم، شبم دریا نمیمونم تا ماهیای جوندار رو بیجون کنم. اینم شد کار؟ حرفا میزنی. خدا ماهی رو آفرید تا ما بی‌رزق و روزی نباشیم. اونجا رو نگاه کن، اگه ماهی نبود اون مرغ چی میخورد؟ خب اگه اون مرغ چیزی نمیخورد و زنده نمیموند، کجای دنیا به هم میخورد؟ با تو که نمیشه حرف زد، همش از این جوابا میگی. همه جا ضعیف سیر قوی تر. اسم اینو چی میذارم؟ مگه غیر از طبیعت و دریای سرکش چیز دیگه ایم بود که میتونست فکر یوسف رو مشغول کنه؟ لیلا، اون دختر مغرور که خانوادهشون وقتا از اون طرف به این طرف دریا کوچ کرده بودن، اما حالا غیر از یه مادر بزرگ مسیحی دم مرگ کسی رو نداشت، همون که بزرگش کرده بود. ظاهر لیلا با همه دخترای اونجا تفاوت داشت، شاید برای همینش دل یوسف رو برده بود. اینم کاره، تمام روزو کنار دریا میشینی واسه من ساز میزنی. من به سن سال تو 9 نفر نون میدادم، شبا میرفتم دریا تا صبح میموندم. پارو رو برده این برفا رو پاک کن. بسه دیگه، برو تو. حالا برو سر رای اون دختره دنبالش بده، نمیدونم آخر عاقبت این پسره به کجا میده. مادر بزرگ بیدار شد منو خواست تو گراف خرید کنه، الان برمیگرد خاطر شام گرفتی. حیوانکی، الان آزادت میکنم. خیلی خوب، یه روز صبح اگه وقت شد میام. اون روز صبح به عکس دفعه دیگه سر قولش اومد، میگفت برای دیدن دریا و برگشتن صیادا اومده، اما راستش از یوسف بدش نمیومد، فقط غرورش نمیذاشت حرف راست به زبون بیاره. خلاصه همه چیز از اون روز شروع شد. بیشتر از دست مردم و زخم زبون اوناست که مادر بزرگم داره دق میکنه. گناه ما اینه که با آزادی بار اومدیم. هنوزم از مادر بیچارم که مرده بد میگن. میگن اجنبی، چه میدونم، خرا، چه حرفا که نمیزنم. چیز دیگه ای ندارن بگن. پدرم اینجا نبود که مادرم منو زایید.
مردم گفتن حرومزاده. پدرت کجا بود؟ ما رو فرستاد، بعد خودش نتونست بیاد. مادر بزرگ و مادرم تنها موندن. اولش هیچ جا بهشون اتاق نمیدادم، بیچاره ها مونده بودن سرگردون. خوشبختانه مادر بزرگم خیاطی بلد بود. من بچه بودم که مادرم مرد. مادر بزرگ منو با کار خیاطیش بزرگ کرد. بعد از اون برف بزرگی و سرما که حالش بدتر شد، گفتن هر چی خواست بدید بخور، پرهیز فایده ای نداره. یه وقت بود که خیلی احتیاج به پول داشتیم، بیشتر چیزامونو فروخت. من از این به بعد کار میکنم تا بتونم به شماها کمک کنم. من این حرفا رو نزدم که به ما کمک کنم. همینطوری گفتم. آدم گاهی برای یومیش معطله. من زیاد احتیاج به پول ندارم، بیشتر خونه پدرم. آره میدونم، پدر دشمن خونی ماست، اما دخترم متم همینطور. وای از اون عمت که سایه ای ما رو با تیر بزنه، چه حرفای بدی پشت سر مادرم زده. راستی اگه بفهمم پسرشون با من حرف میزنه چه بلایی به سرش میاره. اونا مثل مردمی که بیکارن وقتشون رو با این چیزا میگذرون. من اومدم که زود برگردم، مادر بزرگ از خواب بیدار میشه، به من احتیاج داره. کار من رانندگی کامیون بود. میون شهر کوچک خودمون با شهرهای دیگه، مخصوصا تهران، رفت آمد داشتم. هر وقت برمیگشتم به سراغ رفیقی که با هم بزرگ شده بودیم میرفتم. کی اومدی؟ دیشب گفتم امروز جمعه است، بیام با هم بریم بیرون. باز هر روز برای تو جمعه است؟ نه کار میکنم. چطور شده؟ شده دیگه. کجا؟ دریا. بارکالله. یه پیاله چای بخور. نه ماشین تو خیابونه، عجله. بس برو اومده. اینا رو ولشون کن، خیلی حرفا در بارشون. خود به مردم تهمت نزن، اونم پشت سر. به اونا چی کار داری؟ با تو چه بدی کردن؟ همه میگن مردم هر کسی رو مثل اونا نباشه پشت سرش بد میگن. به دیگران چی کار داری؟ به من چه مربوطه؟ حالا باید گوش به فلسفه بافی تو هم بدم. یلا بیا بریم. بگو. بر خدا از مردم، اون روز که مادر بزرگم خاک کردن جز من و قبر کن هیچ کس نبود، یه نفرم به من تسلیت نبود. دیگه نمیخوام تو این شهر بمونم، بس هرچی موندم. از اینجا میرم. کجا؟ نمیتونم. با خداست. شاید تهران. تو همه تهران چیکار میکنی؟ از اینجا که بدتر نیست.
مردم تهران کار به کار هم ندارن. آخه اونجا شهر بزرگیه. بچه که بودم مادر و مادر بزرگم یه سفر بردنم تهران. تازه تنها نیستم، با بلقیس خانم همسایم دوتایی میریم. مادر بزرگ و مادرم هم وقتی اومدن اینجا دوتا زن تنها بودن، ولی عاقبت تو نیستن گلیمشون عذاب بیرون بکشن. کار درستی نیست. پس چی کار بکنم؟ تو اون خونه که نمیشه موند. صاحب خونه خیکیش به من نظر داره، از طرفی خیلی هم کرایه طلب کاره. خیالتو نراحت نکن. ببین، من از تو نگهداری میکنم. اون روزم که مادر بزرگت هنوز نمرده بود گفتم کار میکنم تا بتونم به شماها کمک بکنم. اون خونه بلندی کنار دریا مال منه، برو بالا خونش بشین، مثل یه برادر بهت رسیدگی میکنم. باز چه حرفی میخوای برام در بیاری؟ حرفای بد مردم هیچی نداشته باشه یه فایده داره. آدم رو دروسی رو میذاره کنار، هر طور دلش خواست زندگی میکنه. یوسف دیگه اون آدم سابق نبود، کار میکرد، جدی هم کار میکرد. من اگه یه روز صبح میدیدمش با چند تا ماهی داره از دریا برمیگرده، اول باور نمیکردم، بعد خندم میگرفت. چطور یه دفعه این آدم عوض شد؟ یه هدف تو زندگیش پیدا کرده بود. لیلا سلام، در بسته، الان میام باز میکنم. طوفان دیشب به خیر گذشت. چه طوفانی بود؟ سالم جسد، خدا کنه سر دیگرون بلای نیامده باشه. دریا رفت سرش نمیشه، یه دفعه عاقبت اون مال سید میکنه. چای حاضره، بیایی تو صابونه بخورید، دیرمون میشه. باید مایه رو به بازار برسونیم. پس اینا رو هم ببر. خداحافظ. بعد از اون که میبینم. آره خداحافظ. لا اله الا الله. به مردم چه جوابی میشه داد؟ پسر من کفیل خرج دیگرانه؟ دختره رو که مادر بزرگش مرده دیگه کسی رو نداره، برده تو خونه یه کنار دریا نشونده. این آخر عمری مردم باید آبا و اجدادم رو توف و لعنت کنن. چه دوره و روزگاری شده. ما والا جرات داشتیم جلو پدر مادرمون بیشینیم، بی اجازه اونا آب نمیخوردیم. برو برادر این حرفا رو با خودش بزن. تو باشو برو بخواب. چه موقعی خوابه؟ میرم خودم با اون حرف میزنم. پس چی که میرم؟ من شبا پایین میخوابم اون بالا. معذرت میخوام. پس نردبون چی کار است؟ بیداری؟ آره. کی در رو باز کردی؟ از پنجره دیدمت داری میای، اومدم در رو باز کردم. بسه رفتی؟ لخت بودم. عجب سادیه، مگه ماهی دست میاد؟ نمیدونم کجا رفتن. دو تا بیشتر تو دام نبود، دادم احمد برد بازار. دیروز از کسی اینجا نیومد؟ چرا پدر؟ از پایین صدات زد دید نیستی رفت. بگو مگو با تو نکرد؟ نه جواب سلام هم ندید. این زندگی که من دارم میگذرونم بد جوریه. مردم نمیدونن که من اتاق بالام تو پایین. اونایی هم که به من سلام میکردن حالا جواب سلام منم نمیده. بیشتر مردم حسود و تنگ نظرن. یه کار دیگه پیدا میکنیم از اینجا میریم. یه کار بهتر از سید قاچاق، اونم برای هیچی. راستش این خونه دیگه داره برام یه قفس میشه. اگه باید بریم هر چی زودتر بریم. انشالله تاید از اینجا بریم. من که تمام سعیم اینه یه خورده پول و پله جمع کنیم بریم. چایی داره میجوشه. میدونی محمود قول داده یه کار برامون تو تهران پیدا کنه. راستی محمود کجاست؟ پیداش نیست. بیا بالا صابونتو بخور.
استغفر الله ربی و توبه علیه. بی حیاها. اونجا رو نگاه کن. چند روزه که تو رو ندیدم، اومدم ببینمت. بعد از ظهر بیا، من و عمت با تو حرف داریم. بعد از ظهر گرفتاری دارم، نمیتونم، باید برم دریا. نه، تقصیر از این دختره لعنتیه که تو رو پاک از ما بریده. آبروی دیگه برای ما باقی نمونده. بفهم چی میگی پیرمرد. کاری نکن که احترام پدری رو زیر پا بذارم. آفرین. تمام این بی احترامی ها به خاطر یه دختر بدکار است. اگه خیال میکنی دروغه پس برو بپرسی. ساکت برو، دیگه این طرف ها پیدا نشه. اگر اما من کار داشتی بفرست دنبالم. خودت نیا. گفتم خودت این برا نیا. یادت نره چی گفتم. اینا میگن مرغ عشق. محمود واسه ما آورده. مرغ عشق. جسم قشنگی. آره قشنگه. روزی یه دفعه باید آبادونشون رو تازه کرد. محموده. میرم دوباره با اون برمیگردم. نهار محمود میاد اینجا. راستی قشنگ، مخصوصا این موقع خشم، به شرط این که آدم پاش رو زمین سفت بذاره، موجا رو از دور تماشا کنه. برای اونایی که دریا رو فقط تماشا میکنن، خطر دریا یه قصه است. یه قصه شیرین شبای دراز زمستون. اما برای اونایی که از دریا نون میخورن، خطر دریا قصه نیست، یه حقیقته. یه حقیقت تلخ. چه خانواده ها که از شب تا صبح، از صبح تا شب انتظار یکیشونو که رفت دریا برنگشت کشیدن. یا اگرم برگشت خودش نیمد، موجا آوردنش. ما از اینا بودیم. یه شب خیلی سرد و تاریک پدر و برادرم رفتن دریا تور بذارن، دیگه برنگشتن. قایقشونم پیدا نشد. مادرم اونقدر اشک ریخت تا کور شد. برای همین من از دریا خوشم نمیاد. دنبال صیادی هم که کار آب اجدادیم بود نرفتم. با خودم عهد کردم تا اونجا که میتونم کاری رو که لازمش رفتنی تو دریاست انتخاب نکنم. با همه اینا وقتی ازش دورم دلم تنگ میشه. خودم هم نمیدونم چرا. شاید فکر میکنم اونایی رو که گم کردم دریا پیش خودش نگلشته تا یه روز پسم بده. راستی ممکنه. حالا بیا بعد برمیگردیم به دریا. ثابت شد بعد میرم. دیر شد. چطور شد باز کرجیتو اونجا گذاشتی؟ بلش کن.
بعد از اون یادتون نره. خوش باشی. سلام. نمیخواستم بازم بیام همه حرفا رو بهت بزنم. خلاصش نمیای زن ما بشه. خاطر جمع یوسف دخترمشو نمیذاره تو رو بگیره. باباشم تو قهوخونه میگفت میخواد چند سبایی خوش باشی. عقلت کجا رفته دختر؟ این که باز این طرفا پیدا شد. بازم فکراتو بکن. اینشالله که راضی میشی. بیا از سر حرف اولت بر. خبرشو به میدی. تو نمیخوای رو تو کم کنی؟ احمد با کی دعوا شده؟ داشتم حسیب میشستم اون یارو باز مزاحم شد. احمد هم سر رسید و یخشو گرفت. چی کار میکنید؟ چرا هم دیگر میزنید؟ مگه دیوونه شدید؟ شما با هم دوستین، همکارین. اگه میخواین دعوا کنین بریم با این دریا بجنگین. سه نفر که سر یه نفر نمیریزن، نامردیه. اگه با نمیرسیدیم میکشتش. میخواستیم جداشون کنیم. خیلی خوب، برید پی کارتون. مگه نخوابیدی؟ پاهام خیلی درد میکنه. عذاب سرد دریاست. Thank you.
زندگی من با تو حالا یه طور دیگه شده. وقتی با تو هم پیش خودم فکر میکنم خوشبختم، اما اگه دیگرون بذارم. وقتی پدرت حرفای بد میزنه از غریبه چه توقعی میشه داشت؟ چرا از اینجا نمیریم؟ مطمئن باش میریم، اما الان کجا بریم؟ با کدوم پول؟ خیال میکردم بتونم پولی جمع کنم، اما امسال وضع ماهی رو خودت میدونی چیه. بگو ببینم، با من عروسی میکنی؟ حتما عروسی میکنی. خب بچه ها اومدن، من دیگه میرم. منم باید بیام در رو ببندم. شب چطور؟ باید ما به این چیزای دریا عادت کنیم. کیا بودن؟ میگفتن یوسف و رفیقاش بودن. نکنه یوسف غرق شده باشه؟ یوسف حیف بمیره. نمیدونی یوسف برگشته یا نه؟ من با اونا نبودم. میومدن بارکاسای شیلت تو دریا بودن. انشالله که خیره. یوسف برگشته. بیا بیرون سوزمونی تا بهت بگم. پسرم غرق شد رفت پی کارش، تو بی آبرو باعث شدی. برو گم شو، برو دنبال همون کاری که مادرت داشت. زود گورتو از اینجا گم کن. شنیدی به چی گفتم؟ برو گم شو. خیلی خوب، الان اساسمو برمیدارم از اینجا میرم. پسرمو که از دستم گرفتی، باز دیگه چی میخوای؟ بهتون که گفتم چشم اصلا از این خونه میرم. نمیخوام دیگه پاتو تو این خونه بذاری. از قدم نرس تو این مصیبت سرمون اومد. الان بهت میفهمونم.
باشید بیه تو ماشین بفرد. مثل این که خیلی خسته و کسلید تو این هوای بد ماشینم گیرتون نیومده، لابد با این باخشی سنگین راه زیادی اومدید. هر جا میرید بگید بیرسون بود. اجازه بدید خودم معرفی کنم. پاشو برادر، برو بخواب، انشالله میاد، حتما میاد. مگه یادت رفته که پدر اینم رفت دریا، بعد خیال کردیم غرق شده، اما دو روز بعد پیدا شد. انشالله که میاد، انشالله. آخرش چطور شد؟ یه دفعه رفت، فردا نشش رو پیدا کردم. کجاست؟ لیلا رو میگم، حتما وقتی نبودم اومدی بد و بیرا گفتی اونم گذاشت رفت، ها؟ راستشو بگو، کجاست لیلا؟ نه نه، الحمدلله که برگشتی، خدا رو شکر. گوش کن، ما به تو نمیگفتیم، تو بچه خوشقلبی هستی، نمیفهمی. عاقبت این دختر ذاتشو بروز داد، همه جا گفته بود از این زندگی خسته شده. سر شبی تو قهوه خونه میگفتم تو یه ماشین شخصی دیدنش. بیا پسرم، بیا یه چیزی بخور. شبی کجا میری؟ همینجا پیش ما بمون. خدا رو شد که برگشت. خدا رو شد. چه اومدی؟ یا بلتا بگیم او کجا بودی؟ تهران، اما سرد بودا. این دفعه خیلی طولش دادی. برف را رو بسته بود. عجب زمستونی امسال کرد. لیلا چطوری؟ گذاشت رفت، حتما با یه بهتر از این. بهش حق میدن، از این زندگی فقیر لابد خسته شده بود. تو مگه کجا بود؟ یه شب با بچه ها رفتم دریا تور بزنم. نزدیکی های صبح کولاک ما رو گرفت، دیگه نمیشد برگرد. چند تا غرق شدم، دو تا رو شیلاتی ها به موقع گرفتم. من خودم رو با شنو به طرف جنگل رسوندم. فردا شبش که برگشتم اون رفته بود. دو سه روز میشه دیدمشون. با کی بود؟ دو روز پیش که میخواستم بیام دم دروازه تهرون از پمپ بنزین میگرفتم. یه ماشین شخصی هم اون طرفتر بنزین میگرفت. لیلا جلو نشسته. با کی بود؟ یه مرد که از وضعش معلوم میشد پول دار. کیفیشو که در آورد پول بنزین بده پر اسکناس بود. لیلا تو رو ندید؟ مثل بهت زده بود، من چیزی نگفتم. اول خیال کردم یکی دیگه است که شکل اونه. خوب که نگاه کردم دیدم نه، خودشه. اون منو ندید، یا اگم دید به روش نیومد. اتومبیلشون شماره آبادان داشت، یادمه، 129,387. دیگه حرفشم نزن. خب کارا چطور شد؟ یه کاری داره درست میشه، باید بریم تهرون قرار مدارشو بزنیم. منم این ماشینو تحویل میدم. الان کجا میدیم؟ سر پل پیاده میشه. یه خورده پول طلب دارم برم ببینم میشه بگیرم. من درست مثل اونایی که دنبال یه کاری میگردن یا میخوان کارشون رو عوض کنن دنبال شهرشون برن وارد تهرون شدیم. من خیلی تو این شهر گشته بودم، همه جاشو میدونستم کجاست، همه جاشو.
اما یوسف اون دفعه اولش بود که پایتخت رو بدید. اون طوری هم که من خیال میکردم نگرفتش، نه خیابونای بزرگ، نه ساختمونای بلند، نه جمعیت. اصلا حواسش یه جای دیگه دور میزد، برای همینم از گوشه شهرش را افتاده بود. ساختمون شرکت نفتی؟ نفت. اینم نفت. چه سرده. تهران جای عجیب و غریبیه. همه جور آدم تو این شهر گیر میاد. خوشم نمیاد اینجا بمونم. میخوام برم جای دورتری. چه سوزی از بیرون میاد. سرما نخوریم خوبه. پولا رو بذار زیر سرت. بالا سرم تو جیب کت. من واسه کارمون صحبت کردم. میدونی چه کاری به ما رجوع میکنن؟ باید بریم جنس قاچاق بیاریم. مخصوصا تو که شنو و زیر آب موندن خوب بلدی، خیلی به دردشون میخوری. کدوم سمت میری؟ پول زیاد توش هست؟ اینطور میگن آبادان اون طرفا. چه خبره؟ چیزی نیست، دعوای آخر شب جاهل هست. ما هم داریم وارد جلگه ی اونا میشیم. گفتی پول توشه، اصل اونه. بفرمایید. خواهش میکنم شما بفرمایید. سام. سام نالایید. نه اونجا خیلی سرده، من همینجا میخوام. باشه. اون کلید چراغ رو بزنی. مگه نشنیدی آقا چی فرمودم؟ پاشو بس اون چراغ خاموش کن. بالا سرت خودتو به جنب و خاموشش کن. لا 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 از زنده باشی، حالا که پاشدی بخاری رم بذار بیرون. لا 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 آباده پشنا شدی. من یکی که داشتم پاک عوض میشم. گذشته دیگه برام بی تفاوت بود. البته اگه رفیقم میذاشت. یوسف اون همون آدم قدیمی باقی بود. همش تو گذشته زندگی میکرد. این همه ماجرا و پیش آمد نتونسته بود گذشته رو از یادش ببره. دیگر از گذشته ها طلبکار بود. حق داشت، یه چیز رو اون وقت تو زندگی ناتموم گذاشته بود. حالا حساب میکرد در آینده تمومش کنه. خیلی هم امید داشت. برای همین خودشو با آب آتیش میزد. محمود میگم از موندن توی این بندر دیگه خسته شدم، میخوام بذارم برم. برو سمو چی کار میشه کرد؟ بد جوری آلوده شدی. کار دیگه هم از همون بر نمیاد. هیهات زندگی چه تند و بی صدا میگذره. دو سال و نیم هم گذشت. این عمر بنده و سرکاره. نمیدونم چرا دلم چنده شده. خب چرا با جمیله نمیری بیروت؟ فکرامو کردم. جمیله باید راه خودش بره، منم میرم یه جای دیگه. کجا؟ آبادان. میفهمم، هنوز فراموش نکردی. تا نبود خیالم راحت بود، اما حالا دیگه نمیتونم دو قدمی اون آسوده باشم. بریم. چیکار کنه؟ لابد میخواست دنیا رو بگرده.
یا شوهرش ماموریت داشت. بچه‌های آبادان خوب این خبرا رو گیر میارن میفرسن. توفیق مدتی پیش اونها شوفر بود. آره راستی. منتظرم یه تماس با عبدالغنی بگیرم بعد حرکت کنه. میخوام جنسای تازه بیارم. از وزن سبک، از قیمت سنگین. شمش طلا؟ مگه من صرافم؟ تازه شمش طلا از وزن سنگینه. نمیفهمی چی رو میگم؟ فهمیدم. این کارو نکن. دیگه آب از سرمون گذشته. میخوای بری قهوه خونه رو چیکار میکنی؟ جمیله چطور میشه؟ قهوه خونه یه طوری میشه. جمیله هم حالیش میکنم بره همینجا رقصشو بکنه. راستی بری پیش. توجه نداشتی. حتی وقتی پلین من بودی فکرت پیش اون بود. انسان خوب اینو میفهمه. به وکیلم گفتم سهم من از قهوه خونه الخلیج به تو انتقال بده. شاید سرنوشت باز یه رفت دیگه ما رو با هم روبرو کنه. متشکرم. اما این نمیتونه جبران کنه. من اصلا بی خود با عبدالوهاب به اینجا اومدم. چه اشخاصی به پا میافتادن وقتی شهرزاد میرسه.
مامانجین اومد. قربون برم پسر کوچولومو، فردا میریم تهران پیش عمه جونش. Kuwait just landed. Thank you. لطفاً گذرنامه. متشکرم. گذرنامه. خبر دوست داری؟ خودم تا چند روز دیگه سری تهرون میزنم. مواظب باشید بچه لب استخ نره. خاطر جمع باش. خاطر منی از بچه غافل نمیشه. اینم آبادا. توجه بفرمایید. از مسافرین محترم شرکت هواپیمایی ملی ایران پرواز شماره 646 که عازم شیراز، اصفهان و تهران میباشند خواهشمند است برای سوار شدن به هواپیما کارت‌های خروجی خود را در دست داشته به پیست فرودگاه مراجعه فرمایند. Attention please. Iran National Airlines passengers of flight 646 destination Shiraz, Isfahan and Tehran are requested to board the plane. Please have your boarding passes ready. Thank you. کار قاچاق مشکله، مامورین دائم در اومد و رفتن. باید حال و هوش و وجب به وجب شناخت. بعض نخلستونا رو باید دید. هر وقت نور آفتاب و تو آب میبینم یاد دریا میفتم. دریا؟ آره خیلی قشنگی. میگن رفته تهران. اگه نشونیشو میدونستم برای دیدنش میرفتم. اونجا بهتر میشد دیدش.
تو پا نیفتی محمود. تو هم مرا حیبون گرفتار کردی، هی باید آورده تو باز بیرون آویزونه. اگرچه زندگی ما مثل مال توه، یه خورده مفصل‌تر، قفسمون هم مثل مال توه، یه خورده بزرگتر. میگم ها، اگه نوری از تهران اومده بود شاید اونو میفرستدم تا کارامو تو بندر برسه. نه، همین کاری رو که کردیم بهتر بود. صادق با عرضه تر از نوریه. نوری اگه اینجا بمونه با توفیق کمک میکنه، بهتر کارا پیش میره. نوری که از اومدن ما به آبادان خبر داره و سر از تهران نمیاد. لابد سرگرم فروش جنسا و وصول پوله. راستی جنسا؟ جنسا؟ فکرم جای دیگه است. یک و دو بود. بارو ببین کیه. منو میگن عبدال، اینم رفیقمه. فرمایشی برای من کار میکنی؟ منو از این افتخار معاف کنید، نه وقتشو دارم نه میلشو. اینو رد میکنی؟ خب یه پیشنهاد دیگه، شریک. اگه خوب بود خدا میگرفت. عباس خوبی هستی، به تو احتیاج داریم. من احتیاج به کسی ندارم. از وقتی این مرا پیدات شده کار ما رو کساد کردی. این که نقدی نداره. خب شما هم کار ما رو کساد کنید. مسخرگی. نه جدی حرف میزنه. پس روبروی هم وامیستین. هر طور بخواید. براتون گرون تموم میشه. یه وقتی پشیمون میشین که دیگه فایده ای نداره. زندگی همش پشیمونی و افسوسه. باری کردم. من اگه 4 تا چاقوکش مثل تو داشتم، قاچاق تمام این منطقه را انحصار خودم میکردم. تعجب میکنم چطور آقای عبدال نتونسته. این آقای عبدال باید خیلی مدیون شما باشه. لازم به سغرا کبرا چیدن نیست. یا اینجا رو میذاری میری یا شرکتی کار میکنیم. اگه تغییر عقیده دادی هر چه زودتر خبرم کن. بیبریم. گوش نده. اینه ورده ببر از اون پنجره واسهشون بندست تو خیابون. آها یا آقای عبدال، چیه تغییر عقیده دادین؟ مرد که سلاحش رو جا نمیذاره. بگی کیه؟ خودشو معرفی نمی کنی. میگه از اقوام شماست. زنی یا مرد؟ مردی. کرکره اتاق بچه رو بستی؟ بستم. الو، ببخشید. بچه چشه؟ نمیذاره لباسشو تنش کنم. نازا گریه کنه. شما؟
من یوسفم. یوسف خونه کنار دریا. بالاخره پیدات کردم. تو من فراموش کردی. تشکر میکنم از اینکه یاد من کردی. دو سال این روز شماری کردم که ببینمت. حتما باید ببینمت. خیر، غیر ممکنه. خواهش میکنم دیگه اینجا تلفن نکنی. الو. قطع کرده. باید یه فکر دیگه کرده. هر طوری شده باید ببینمش. هر کدوم تکون بخورین مثل آبکش سوراخ سوراختون میکنم. هر چی هست بذارین زمین. نه مگه نشنیدین چی گفت؟ بذارین زمین. همینطوری وامیستیم نگاه میکنیم جنسه رو ببرن؟ نمیذاریم از گلوشون بره پایین. مثل سگ میکشمش. بقیه جنس ها رو کی میگیرم؟ به کی پول میدیم؟ بخوای حاضره؟ هر وقت احتیاج داشتم میگیرم. خوش باشیم بچه ها، خدا حافظ. عبدو چیه؟ کنیاک یادت نره؟ تو عرق سگی تو بخور. مردم آزم ببخشید آقا، ساعت چیه؟ ساعت احمد آباد از کدوم طرف میرن؟ تلفن بخوریم مغزتا با یه گله داغون میکنم. چی هستی؟ چی کاری میکنی؟ همینطوری راست برو جلو. کیسه مارگیری خوب سر راه مردم وای میسی جنس را به زور میگیری. مگه سر گردنه هست؟ چیکار کردی؟ گفتم جنس را چیکار کردی؟ نامردا آب به من بدین. جنسا معامله کردم بعدش با هم یه معامله با تو میکنیم. پولا را ازت میگیریم عوضش یه لیوان آب میدیم بخوری. اینم آب یخ. هر وقت حواله رو نوشتی اون وقت اجازه داری بخوری.
خیلی زرنگیم. البته نه به زرنگی شما. چقدر؟ چقدر؟ 20,000 تومن جنس بود، 10,000 تومن هم خسارتش تا نقبه داغ بشی. یه خود بیا پایین تا با هم را بیاییم. حاضرم، فردا میدم بیارم. الان مینویسی حواله ابو سعید، تو با اون طرف حسابی. دستشو بکن. من سواد ندارم. تو بمیری باید معلم سرخونه برات گره. چند دفعه دیده باشم حواله صادر کردی، حساباشو جمع زدی، حواست خیلی پرته. یادم رفته بود فضول باشی اینجاست. صداتو دیگه ببار، بنویس. زود باش، ابو سعید میره. امضا. میری کافه ابو سعید. اگه گفت ندارم بهانه است. همیشه پول نقد داره. میگی برای عبدال اتفاقی افتاده، احتیاج فوری به پول داره. میگیری میای. گوش کن، گرفتی تلفن بزن. اجازه بفرمین، میل کنین روشه جومتون. خفت میکنم ما مردایی مثل تو. تو چاره چی در چرا تاریکه؟ محمود اینجا چه خبره؟ عجب جونوری، این لوله آهنی که زیر گنجه بود به دادم رسید. ضربت جانانه بود، یارو هنوز بیحاله. نوری رو دم کافه ابو سعید دیدم، گفت تو مشغول استنتاقی. صبر کن الان حالش جا میاره. بله. من نوری. نوری؟ سیت تضمین شده گرفت. سیت تضمین شده؟ آه. پس رود بیا. سلام میرسونه. آه، لشش اینجا افتاده، بیای میبینی. بچه چقدر میکپی، پاشو لشتو از اینجا بردار. بگیریدش، بگیریدش. تو ببینی دیره، ما گرفتیمش. این یا
یه هدیه یه ناقابل عطر. راضی به زحمت نبودم. بیشتر عادت داریم مهیا بودن وسایل، دیدار دوستان. راستی فکر نمی کنید که این تلفن های پشت سر همه شما برای من خوب نیست؟ سعی نبود که شما مونطور به من جواب بدید. بالاخره یه دوستی و سلام علیکی در گذشته بین ما بوده. وانگهی من در تلفن خواهش شاقی از شما نکردم. درست، اما این همه سماجت و اصرار ناراحت کننده است. شما باید خوب بفهمید که من اون لیلای گذشته نیستم. زندگی من مال مردیه که همه چیز به من داده. از همه مهمتر مال بچه‌مه. همه چیز به شما داده. این درستره. چیزایی که همه کس نمیتونست بده. منزل خوب، باغ ییلاقی شمرون، مسافرت به اروپا و و حق داری. همونطور که حق داشتی از اون زندگی خسته بشی. بله، منم اون یوسف سابق نیستم. شاید بدتر شده باشم. شایدم بهتر. از خیلی نظرها بهتر. پول زیاد پیدا کردم. تجارت و کسب آدمو پولدار میکنه. پولم که آدمو آدمتر میکنه. ببین لیلا، حالا که مهندس اینجا نیست، وقتی برگشت میتونی حقیقتو بگی، از هم جدا بشید. من همونطور که قصد داشتم حالم دارم. اون اینجا باشه و نباشه یکی. من قصد ندارم زندگیمو به هم بزنم. به علاوه پای یه بچه میونه. گفتم من اون لیلای دو سال پیش نیستم. فردای اون شب لعنتی که خدا زندگی رو دوباره به من داد، اون طرف دریا موندم. طوفان و خیسی لباسم نذاشت بیام. فردا شب وقتی اومدم به من گفتن تو با یه نفر فرار کردی. حتما پدرت گفت. اون منو بیرون کرد. این شک رو برده. بیچاره خیال میکرد سعادت من در جدایی است و نفهمید. خانم که دستش از دنیا کوتاست. پارسال مرد. بعدم خلاصه به من گفتن دم دروازه تهران تو ماشین یه آدم پولدار دیدنت. اون وقت یادم می اومد که خودت هم گاهی می گفتی این خونه مثل قفس، از این زندگی خسته شدن. زواهر همش به فرار تو حکم می کرد. خانم صدا کردن؟ چی میل داری؟ یه لیوان آب خوردن. شربت بیار. به هر صورت هر چی بود یا نبود، یا دیگران تقصیر داشتن یا خودمون، ماجرایی است گذشته. فقط ازتون خواهش میکنم بعد از این همدیگر رو کاملا فراموش کنیم. تلفنم اینجا نکن. مهندس چند روز دیگه برمیگرده. بفرمایید. یادتون بمونه که من بعد همدیگر رو نباید ببینم. حتی صدای همدیگر هم نباید بشنم. زن خوشگل رو بخوایی مال تو میشه. لیلا که آش دهنسوزی نیست. عبدال مثل اینکه دیر کرد. خب هر طور شده باید یه دفعه دیگه ببینمش، برای دفعه آخر.
چیه ابو سعید؟ اول شبه میخواییم بشینیم. اول شبه؟ دو و نیمه پاشیم بریم خونه هاتون. میخورم به موفقیت اون شب تو و رفقات، مخصوصا یه موفقیت دیگه. میخورم به سلامتی زن اون مهندسه، خبرشو دارم. زیاد نمیتونم بمونم چون قول دادم مجبور شدم بیام. به آدم ها گفتم میرم پیش دوستان، باید زود برگردم. کجا بری؟ یه جایی خلوت که ما رو نشناسه. چه هوای لطیفیه، دریا رو یادم میاد. نمیخوام یاد دریا بیافتم. داده بیداد زندگی عجیبه، آدم درست با پیش آمده ای که منتظر نیست روبرو میشه. دو سال و نیم پیش شما کنار دریا، من یه ماهیگیر، تو یه دختر جوان که میخواست خیاطی کنه، بعد با هم زن و شوهر بشن. حالا ببین تو چی کار میکنی و من کارم چیه و کجا هستم. یکی میاد این طرف، شاید ما رو تعقیب میکنم. تو رو نه، شاید دنبال منه. تو رو چرا؟ آدم دشمن داره، اونا لابد دوتا عاشق و معشوق احساساتیه، دلشون خواسته بیان تو نخلسون کنار شط. شایدم از زبون بد مردم فرار کرد. اینجا اومدن تو کسی اونا رو نشناسه. لیلا، من به تو دروغ گفتم. چه دروغی؟ تنها دروغی بود که در عمرم به تو گفتم. گفتم تجارت میکنم. پس چی کار میکنم؟ قاچاق. چه کار خطرناکی؟ خطرناک؟ دو سال کویت و عراق کار کردم، تا بحرین و دبی و بندر عباس و بوشهر رفتم. یه دفعه نزدیک بود عراق تیر بخورم، فرار کردم. نمیخواستم دیگه بیام، اما قلبم منو این طرف کشید. نقشم این بود پول زیاد پیدا کنم، تو رو با پول بخرم. خیال میکردم برای پول رفتی، اما حالا که میبینم با پولم نمیشه کاری کرد، دیگه حرفی ندارم. یه جا نشینیم، پشیم را بریم بهتر. چشمش نمی. خلاصه با جواب رد که به من دادی تمام امیدم شد. تقدیر رو نمیشه عوض کرد. حالا میخوام از اینجا برم تا هم خیال تو راحت بشه و هم خیال قاچاقچی های دیگه. این شهر جای من نیست. چه دورانی بود. امروز فقط یادش مونده خونه. حتما لونه ی حیوانا شده. دیگه داره دیر میشه، یواش یواش بریم. حقیقتا خوشبختی؟ برای چی نباشم، از زندگیم خیلی راضیم.
بیشتر از این نمیخوام. چطور شد رفتی اون برا زاییدی؟ مهندس اینطور میخواست. چیزی نمونده بود مرتکب یه حماقت بشه. چه حماقتی؟ بعد از اصرار و تلفن پشت تلفن با اون ملاقات که تو خودتو سنگدل نشون دادی میخواستم بچه تو بدوسن برای اینکه بیای رو پاهای من بیفتی. اون وقت لذت میبردن. اگه نمیومدم چطور میشد؟ اگه به پلیس خبر میدادم؟ فکر نمیکردم به پلیس خبر بدی، چون که گذشته من و تو فاش میشد. آدم این موقع فکر این پیش اومده رو نمیکنه. اون وقت مینداختمش تو شب که کوسه ها بخورن. بدبخت، بچه تو میکشتی. چی گفتی؟ اون شب که من پاهم از آب سرد دریا درد گرفته بود یادته؟ حالا میفهمی چرا مهندس میخواست من برم اروپا بزنم؟ چه ارتباطی به هم داره؟ بچهش نمیشد. بعد از اینکه منو با خودش آورد عروسی کردیم. من تهرون پیش فامیلش موندم، خودش آمد آبادان. بعد برگشت رفتیم اروپا، من اونجا موندم تا بچه دنیا اومد. سجلش هم از سفارت ایران همونجا گرفت. مهندس خودش دو سه دفعه اومد و برگشت، اما من اونجا موندم تا بچه یک سالش هم بیشتر شد. بعد اومدی. چطور مردی؟ خیلی خوبه، یه شوهر ایدئال برای من و یه پدر حقیقی برای بچه. اسم بچه رو چی گذاشتی؟ یوسف. دیگه حرفشون از حالم خوب نیست، کم کم منو برسون. هر وقت خواستی بری یه تلفن به من بزن. از این قرار بچه مال توه. پس لیلا واسه بچه به خود مهندس چی گفته؟ چی میخواستی بگه؟ این حقیقت رو گفته. نام زدم که قرار بود چند روز بعد با هم عروسی کنیم، رفت دریا غرق شد. باباش که از من خوشش نمیومد از خونه بیرونم کرد. مهندسم که لابد آدم باگذشت و جوان مردی بود، از لیلا خوشش اومد، گرفتش، بچه رو هم به فرزندی قبول کرد. والله تو این زمونه آدمای خوبی هم پیدا میشن. حالا میخوای چیکارشون کنی؟ هیچ، دورشون رو خط میکشه. چاره ای نیست جز این که همین فردا پس فردا از اینجا بریم. بیا امشب از این کار منصرف شو، فردا هم از اینجا بریم. میتونیم یه تور بزرگ بخریم بریم سراغ همون ماهیگیریم. حتما بذارین یه ارادم بریم. آخه آدم عبدالغنی میاد، قول میدم دفعه آخر میشه. هر بلایی سر آدم میاد تو این دفعه آخر هست. دوری اومده؟ اون طرف منتظر شماست. تو پلوی ماشین بمون. خیلی. Thank you.
اینجا به شط خیلی نزدیکه. پیاده شیم. وقتی برگشتم مثل همیشه دو تا صدای جغ میکنم. کوسه ها رو بپر. حالا که این سیاه رو تنمون کردیم، مگه پارسال یکی رو کوسه نزد؟ اونم لباس سیاه داشت. لابد اون کوسه از اونایی نبود که کلا سرش بره. یاهو. چه شب خوبیه، چه مهتاب قشنگی. مأمورین امشب نیدیم. دیر نکردم، سر موقع پیداشون میشه. السلام عليكم. عليكم السلام. شو اخبارك؟ عبد كان هنا امس. كم كيلو؟ كيلوين. اهمل سلامي الى عبد الغني. طيب في امان الله. في امان الله. موتور گشت. اونها خودشه. زود باشین، سوار شین. آروم و بی سر و صدا. چه خبر از اون طرف ها؟ دیروز عبدال اون طرف ها بود. لابد میخواسته از کارهای ما سر در بیاره. حتما جاسوسا بهش خبر دادن. آخر یه بلای سرش میارم. عبدال آدماش بودن. تونتر برو. زودتر از اون که خیال میکردم کارشون رو تموم کردم، وگرنه دم شط ازشون میگرفتم. محمود، رولو بگیر. تونتر برو. اگه تیر اندازی بشه، مامورین نشروبن میان. بیام، ما که جنس قاچاق نداریم. چپتو بگیر. زیگزاگ برو.
کار خراب شد، لاستیکای عقب سوراخ شدن. تا اونجا که میشه برو، فوقش تا دم نخلستون بریم. یواش کرده، میخوان وایسن. آره وای میسن. محمود پیاده شو، بودو تو نخلستون. ردش نده، بزن! نشد، برو سمت راست که اگه در رفتم ببینم شو. شما بسته رو بردارین تون پیاده شی. صدای تیراندازی رو شنیدم، معطل نشدم. زود، یالا زود. سلاحت من دست این تسلیم شو. توفیق رفت دنبال یه دکتر که میشناسه، الان میاد. فایده ای نداره، باید هنو پیداشون بشه. نه لازم نیست، هیچ وقت اینقدر خودمو راحت احساس نکرده بودم. اونجا تو اون چمدون
دریا الان قشنگتره. میخوای خورشیدو ببینی؟ یوسف! باز کنید، پلیس!